در جلسه روز چهارشنبه مجلس ارتجاع، کشمکش و جنگ گورکا بر سر فساد حکومتی و بحران اقتصادی و انتصابات فرمایشی و فامیلی بالا گرفت. یک تذکر هم دارم. دیروز حضرت عالی به عنوان رئیس مجلس نامه رئیس محترم جمهور رو در معرفی وزیر پیشنهادی قرائت می‌فرمودید. بعضی از همکاران که تعداد 15 نفر بودند هنگام قرائت نامه رئیس جمهور دودو کردند. فارغ از محتوا عزیزان دقت بکنید، حضرت آقا در مجلس هشتم زمانی که رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد در مجلس حاضر شدند و مجلس هم به ایشون انتقاد داشت، میخواست صحبت بکنه، عده‌ای از نمایندگان دودو کردن، تذکر شدید و لحنی دادن. من بخشیشو قرائت میکنم. دودو یعنی چه؟ این بیانات حضرت آقاست. وزرا به رفتار نمایندگان واقعا توجه ندارن، به گفتار نمایندگان توجه ندارن. این وزرای محترم، این وزرای عزیز 250 تا 70 تا اینجا رأی گرفتن، چند تاش الان امروز انتخابات بشه و تو مجلس برای آرای اونها 50 تا 70 تا رأی نمیارن. من دیروز در محضر جناب آقای مخبر به این مطلب اشاره کردم. ولایت فقیه جدای از مرجعیت نیست و جدا سازی آن جفا به ولایت فقیه است. اکنون نیز مرجعیت بیدار و همواره مصلحت امت را رهنمون و گوشزد می نمایند و شخصیت بزرگوار و کم نظیری چون حضرت آیت الله صافی گلپایگانی که حضرت امام رحمت الله علیه وصیت نامه سیاسی الهی خود را به ایشان سپردند، از جمله این مراجع عظیم الشان هستند که در امتداد قرن‌ها تجربه مرجعیت و روحانیت اصیل به عنوان درداشنای دلسوز. و نیک میدانیم که کشور از نظر اقتصادی در شرایط حساسی قرار دارد. باید بپذیریم که تحریم ها بر اقتصاد ما اثر داشته. ولو 30%. آقای جوکار سر من داد نزن. آقای جوکار بشین، از حقت دفاع کن. یعنی چی؟ من دارم از حقم صحبت میکنم. من آقا شما وقت بگیر حرف بزنه. شما حرف شما صحبت من دوستان خواهم آقای دمدار کن. نمیشه که اینجوری بهشون وقت بدی صحبت کنه. تشکر میکنیم جناب آقای. اینجوری درسته؟ آقای دکتر حسین شما فرمایشتونه بفرمایید. آقای دکتر عزیز ببینید، برادر عزیز، شما فرمایشتون از حق نمایندگیم استفاده میکنم. حق نمایندگی منو میخواد منکوب کنن. خب برادر عزیز وقت بگیر، یک دقیقه وقت نگه دارین آقای دوستان.